اولش خبرهای کوتاه گرم بشیم، بعد دیگه بسای تحلیلی. مهدی طارمی تست پزشکی خودشو با موفقیت پشت سر گذاشت و قرارداد خودشو با اینتر امضا کرد. آرزوی موفقیت واسه مهدی طارمی. آقا این بی احترامی به رسانه‌ها همچنان ادامه داره. یعنی جواد نکونام و ساکت الهامی تو کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی شرکت نکردن. حالا سعید اکبری مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال میگفت که تداخل پیش اومده تمرین استقلالی‌ها با کنفرانس خبری جواد نکونام. به هر حال ورود کاروان استقلال به فرودگاه ساری استقبال خوبی هم شد. جواد نکونام با اینکه شرکت نکرد اما یه مصاحبه ای انجام داد، گفته که به نظرم دوست خوبم ساکت الهامی به لحاظ فنی تیم خوب و با شخصیتی ساخته که تو هفته‌های اخیر تونسته نتایج قابل قبولی بگیره. ما هم استقلالیم و تو فصل جاری بازیکنامون ثابت کردن بسیار فداکارانه، جنگنده و با تعصب بازی میکنن تا دل هواداران رو شاد بکنن. ما تا روز آخر به حمایت های بی‌دریغ و خالصانه چه از سوی هوادارا و چه از سوی پیشکسوتای خودمون نیاز داریم و انشالله بتونیم لطف اونا رو جبران بکنیم. مهمترین فاکتور برای موفقیت حفظ آرامش و تمرکز روی بازی‌ها و تمریناته. همه متحد و یک دل هستیم تا پایان خوبی برای فصل رقم بزنیم. لازمه این روزا همه ما استقلالی‌ها هوشیارتر از همیشه باشیم و اجازه ندیم کسی بخواد اتحادمون رو به هم یا با حواشی به تیممون ضربه بزنه. در حال حاضر تو آرامش و این نکته مهمیه. پوستر متفاوت ملوان برای دیدار امروزشون با مصر افسنجان با تصویر خاص از مجید عیدی و شما در تصویر میبینید. وریا غفوری کاپیتان سابق باشگاه استقلال برای عرض تسلیت به خانواده سردار شهید سید مهدی موسوی در منزل اون حضور داشت و با خانواده مرحوم دیدار کرد. سردار موسوی رئیس یگان حفاظت رئیس جمهور بود و حالا وریا غفوری هم در منزل یکی از شهدای سانحه اخیر ریاست جمهور و همراهان شرکت کرده. گفتم خدمتتون بگم. پوستر باشگاه استقلال خوزستان برای دیدار امروزشون مقابل پرسپولیس رو شما میبینید. اینم جالبه، رتبه تیم پرسپولیس در ادوار لیگ برتر که 80-81 اون اتفاقات عجیب و غریب و علی پروین و قهرمانی پرسپولیسیا سوم شدن، پنجم شدن، دیگه خودتون دارید به ترتیب میبینید دیگه. اون 5 سال پشت سر هم قهرمان شدن پرسپولیسیا تو چشم میخوره و البته 2-4-6-7-9 سال قهرمان نشدنشون. حالا اینم نکته‌ایه که باید بهش اشاره می‌کردم. پوستر باشگاه پیکان برای بازی با تراکتور هم جالبه. تراکتور در مقابل پیکان، باید ببینیم نبرد خودروهای لیگ برتر فوتبال کشورمون چه نتیجه‌ای رو در بر خواهد داشت. تراکتوری‌ها می‌خوان سوم شن، پیکانی‌ها نمی‌خوان سقوط بکنن و باید ببینیم چه اتفاقاتی می‌افته. سعید دقیقی سرمربی شمس‌آذر قزوین قبل از بازیشون مقابل صنعت نفت آبادان گفته که بازیکن‌های ما چه تو نیم فصل اول چه تو نیم فصل دوم که به دلیل شرایط مشکلات مالی برخی بازیکنام رو از دست دادم خودشون رو ثابت کردن و تیم ما موفق بوده. امروز دو بازیکن تاثیرگذارم رو در اختیار ندارم. ما به دنبال ارائه فوتبال با شرافتیم و تا روز آخر تمام تلاشمون رو میکنیم تا فوتبال پاک و با کیفیتی ارائه بدیم. با اعلام صدا و سیما دیدار استقلال و نساجی هم از شبکه ورزش پخش میشه. پس میشه هفته بعد استقلال و گلگوار از شبکه 3 پخش میشه. یعنی یه هفته در میونش کردن دیگه. حالا صدا و سیما و ساعت 19:45 استقلال نساجی میتونید ببینید از شبکه ورزش. تصاویری از تمرین دیروز پرسپولیسیا که حالا در مقابل استقلال خوزستان هم قرار خواهند گرفت. تو کنفرانس مطبوعاتیش آقای اسمار ویرا گفته که بعد از یه تقویم فشرده و برگزاری بازی‌های هر 4 روز یک بار، این تعطیلی از لحاظ روحی، فیزیکی و تاکتیکی برای ما خیلی خوب شد و تونستیم با یه ریکاوری مناسب به شرایط دلخواهمون برسیم. هرچند ما نقاط ضعف و قوت حریف رو آنالیز کرد و امیدوارم امروز با حضور هوادارا یه بازی خوب انجام بدیم. استقلال خوزستان نسبت به نیم فصل اول خیلی بهتر شده و بهتر بازی میکنه. امیدوارم یه بازی خوب و جذاب برای هوادارا و دو تیم باشه. حالا استقلال خوزستان که 4 هفته قبل در مقابل نساجی خورد. همونطور که در ابتدا گفتم چند روز برگزار نشدن بازی‌ها کمک کرد بازیکن‌ها بتونن بار دیگه با ریکاوری از نظر تاکتیکی و تکنیکی روی خودشون کار بکنن. این موضوع هم در دستور کار ما بود تا با هماهنگی بیشتر بچه‌ها قدرت تموم کنندگی و ضربه زدن به سمت دروازه بهتر بشه. تیمی که در نیم فصل دوم بیشتر گل زده، کمتر گل خورده و بیشتر امتیاز گرفته و اون تیمی بوده به نام پرسپولیس. اینا رو اسمار ویرا گفته. آقای اسمار ویرا یه سوال فقط، حالا در مورد اختلافات استون اورونوف و عیسی آلکسین، این که دو نفر به هم دیگه پاس نمیدن. تو بازی قبلی ما حساب کردیم فقط یک بار از جانب استون اورونوف به عیسی آلکسین سر بازی با نساجی پاس داده شده. نظر شما چیه راجب این اختلاف؟ هم ندارم مشکل ندارم با هم دیگه.
میبه باشد باش خنده ما چون یه جور بود که شاید اصلا این چیزا رو آنالیز نمی کنیم یا دوتا بازیکن با هم مشکل دارن فرق. نه مثلا مشکل میزن ازاده فرقیم به هم دیگه پاس نمیدن اصلا استان شاید یه پاس به حساب یا دوتا پاس به حساب یه بازیکن ها به هم یه پاس همون پاس هم منجر به شانس گل یا زدن گل باشه چون اگه یه همون یه پاسی شما میگید همون پاس استان هم به حساب همون ما بازی یکیش دلو بودیم ممکنه با دو گل دومو بزنیم با همون پاسی که استون به حساب داد. برای نظرم این سوال من زیاد بهشون توجه نمیکنم. یلا اگه بالا مناطق مختلف باز زمین رو نگاه کنیم موقع بازی شده فقط امید نیست. بعضی وقتا سروش میزنه، مهدی ترابی میزنه، سینا اگه تو بازی باشه سینا میزنه یا بازیکن دیگه فرق نمیکنه کدوم بازیکن بزنه. چون بازیکنی که میزنه میدونه کجا باید توپو بندازه چون اینو تمرین میکنیم که با هر بازیکنی که زد توپ باید کجا بره. حالا پاس کورنل باشه، پاس کوتاه شروع میکنیم یا دفاعی شوتای رو مستقیم باشه از کنارا باشه، نه همه تمرین شده است. هر بازیکنی که بزنه فرقی نمیکنه چون میدونن تیر یک باید بزنن یا تیر دو با هم هماهنگ هستن بچه‌ها. و در نهایت هم عثمان ویرا گفته که درباره تمدید صحبت کردیم اما همه چی به پایان لیگ موکول شده. استوری عارف غلامی در سالروز آزادسازی خرمشهر رو شما در تصویر میبینید که گفته 3 خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، دیروز هم که تاریخمون 3/3/3 بود. امیدوارم حالا کارهای مهمتون رو کرده باشید. پوستر AFC برای سالگرد زنده یاد ناصرخان حجازی رو شما در تصویر مشاهده می‌کنید. من فقط برنامه بازی هفته 28م لیگ برتر رو هم خیلی سریع بهتون بگم که پیکان میزبان تراکتور خواهد بود. همه بازی هم ساعت 19:45 برگزار میشه. مروان مثل رفسنجان، صنعت نفت آبادان با شمس‌آذر. حالا پیش بینی هم بکنید، همه بازی ها هم پیش بینی بکنید، نتیجه دیگه نمیخواد. مثلا من میگم تو این بازی پیکان تراکتور مساوی، ملوان مثل رفسنجان چقدر سخته، ملوان میبره. برد ملوان اینجوری بنویسید تو کامنت ها، برد شمس‌آذر قزوین، برد گلگوهر سیرجان، برد سپاهان، برد پرسپولیس، برد فولاد ذوب‌آهن مساوی و نساجی استقلال هم که برد استقلال. در جلسه هماهنگی دیدار نساجی و استقلال مقرر شد تیم نساجی با لباس یک دست قرمز پا به زمین مسابقه بذاره. دیگه اون شایعات لباس مشکی نساجی و حالا اینکه تاثیر بذارن در مقابل شاگردای جوانان کنام، خدا رو شکر فعلا مشکلی پیش نیومده. اینم شوخی عجیب ژوزه مورایس که حالا تو کنفرانس مطبوعاتیش در مورد جواد نیکونام انجام داده. و حالا چی گفته؟ اوضاع از چه قراره؟ عالی جناب مورایس که تو هفته‌های اخیر از بکارگیری جملات حکیمانه و فلسفی به سمت سخنان کنایه آمیز تغییر مسیر داده، بعد از نواختن سرخا تو نشسته خبری گذشته این بار و در آستانه نبرد با هوادار به سراغ استقلال رفته و تاکتیک جواد نیکونام و استقلالیا رو به سخره گرفته. در حالی که یه خبرنگار از سابقه رویارویی مورایس با مسعود شجاعی در لالیگا سوال کرد و پرسید که آیا در روزگار حضور در رئال خاطره ای از سرمربی فعلی هوادار در ذهن داره یا نه، گفته که حالا بدون اصلا بیدلیل اشاره کرد به جواد نیکونام و گفته که من فقط نیکونام رو به خاطر دارم. وقتی که تو اوساسونا بازی میکرد چیوه اونا مثل تاکتیک این روزای استقلال بود، بوم بوم بوم. مورایس در این هنگام با اشاره دست نشون داد که منظورش ارسال‌های مداوم از نقاط مختلف زمینه و در نهایت هم با همین تاکتیک و با گل جواد ما رو شکست دادن. بله با بوم 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 هم میتونیم بازی‌ها رو ببریم، ولی من می‌خوام بگم که اون گل روزبه چشمی هم واقعا اشارهش به بوم روزبه بود بیشتر که شوتو از 35 متری گذاشت تو دروازه سپاهان. یا این از ژوزه مورایس که به نظرم جمله بدی رو به کار برده. اصلا هر کی یا جواد نکونام هم این طعنه رو بزنه به مربی من حسابی میتازم بهش. بازی بود یادم میاد که در ورزشگاه اوساسونا بود که ما رفتیم اونجا و بازیشون یه جورایی مثل بازی استقلاله، بوم بوم بوم. و بعد تو اون بازی هم جواد نیکونام گلزنی کرد براش. رتبه تیم پرسپولیس رو بررسی کردیم، اینم رتبه تیم استقلال در ادوار لیگ برتره که حالا قهرمان نشدن تا سال 84-85 با عدت امیرقلعه نوعی هم بود قهرمان شدن دیگه. دو کلا 4 تا استقلالی ها قهرمانی داشتن تو ادوار مختلف لیگ برتر که شما در تصویر میبینید. 87-88 هم قهرمان شدن، فکر کنم مشتبه جباری هم بودن. 91-92 و 400-401 با عدت فرهاد مجیدی
اتفاق افتاد. اوه و اینم استوری علی خسروی سخنگوی کمیته داوران که تهدید شده به قتل، تهدید شده به مرگ. و حالا چی شده؟ علی خسروی میشناسیدش دیگه، داور بازنشسته و عضو کمیته داوران که حالا بعضی وقتا یه صحبتایی انجام میده و تحت فشار کانال‌های مجازی قرار گرفته و حالا با اشتراک گذاشتن متنی و خطاب به همکارش نوشته که متاسفم برای همکاری داور، ناظر، مدرس و کارشناس که نه بعد اون مصاحبه و نه الان که دارن تهدید به قتل من و فحاشی به خانواده‌ام میکنن و ککشون هم نمیگزه. من برای امثال شما یه تنه جنگیدم که ثابت کنم پاکید، ولی واقعا ارزشش رو نداشتید. ممنون میشم هیچ کدومتون نه دیگه تماسی با من بگیرید نه دیگه تکس بدین. فردا سر مزار استاد حسین خوشخان تکلیفم رو با ترسو مشخص میکنم. صد حیف که خودم رو حراج بزدلان کردم. دیدین دیگه طرف واسه یکی دیگه دعوا میکنه بعد اون یکی برمیگرده میاد جدا میکنه. این خیلی بده واسه من. برای داورامون در ارتباط با تهمتی که به داورها زده بودن، میگفتن داورا سکه میگیرن، شیتیل میگیرن. من چون میدونستم داورای ما آدمای پاکی هستن، 99.5% ازشون مبارزه کردن. ولی حالا که تو فضای مجازی من حمله میکنن، آقای داور ما جرأت نداره یک استوری بذاره. ولی تولد فلان داور کرده بودم الان دیگه نیست. یکی من میخوام به داوران بگم اگه کاری اتفاق افتاده برای شما اتفاق افتاده، برای شرف و ناموس شما اتفاق افتاده. کسی حق نداره به جامعه داوری توهین میکنه. انقدر فحاش شده، خانوما بیشتر از آقایون فحاشی میکنن. من پلیس فتا اگه توی مملکت هست، چند وقت پیش یه 30-40 تا از این دایرکتور بردیم شکایت کردیم، گفتن پلیس فتا، گفتم ما نمیتونیم پیگیری کنیم. گفتم واقعا پلیس فتا که نمیتونه پیگیری، همه چی همه مسائل که امنیتی نیست که دو دقیقه پیداش میکنید، یه سری مسائل اجتماعی و خانوادگیه. شما باید کمک کنید کسایی که تو فضای مجازی به هر کسی، به سرمربیای تیمای بزرگمون، اصلا نباید این فضا باشه. و حتی منو تهدید کردن که منو میکشن، امروز میان تو مراسم تشییع خوشخان منو میکشن به خاطر اینکه من ثابت کردم داوران ما شیتیل بگیر نیستن. ما شیتیل بگیر نیستیم، شیتیل رو اونا خواستن بدن، ما نگرفتیم و دفترمون انداختیمشون بیرون. همه هم میدونن کیا هستن. کمیته اخلاق، کمیته انضباطی ما رو بخواد. دوربینای ادارمون هست، همکاری هم بگن کیا اومدن که عضو کمیته داوران رو بخرن، ولی ما انداختیمشون بیرون. اینه که بارها گفتیم دیگه، الان که من نمیتونم بگم حقوقی میشه، ولی اتفاق افتاده. همه هم میدونن، همه هم میدونن. چطور من اون موقع گفتم کسی جدی نگرفت، حالا فلان باشگاه فلان معاونش نفهم، اون یکی معاون شکایت کرد گفت ما این کارو کردیم. آقا ما خودمون گفتیم دیگه، من عضو کمیته داورانم دیگه، بعضی وقتا تو چیدمان بازی پرسپولیس استقلال من نقش دارم دیگه. اون موقع من گفتم که رادیو گفت نمیدونم 10 منو وایرال شد، 23 نشون داد. خب چرا ما کسی نیومد؟ بعد میذاشتید که این افتضاح بار بیاد. من حتی به مسئول زیرب، به فدراسیون، به خیلی برای آقای قلعه‌نویی هم فرستادم داستان چیه، ولی هیچ کسی اقدام نکرد. چقدر امیدوار هستید که اتفاقی بیفته بالاخره؟ من تا حالا زیاد خیلی امیدوار نبودم دیگه، خیلی طولش میدن دیگه. به نظر من اونجا خیلی قاطع‌تر سریع‌تر و این کسایی که واقعا مورد اتهام واقع شدن خیلی الان ناراحتن، خانواده‌شون، خودشون. واقعا اگه متهمن که چی؟ اگه متهم نیستن بگن سر کارشون. اینکه هر کی به هر کی داره تهمت میزنه، به خبرنگار، به مجری، به مدیر تیم، به سرمربی تیم، مثلا مونده فقط به این پاچپانای شهرداری تهمت بزنن که آقا برفرض اون پول ما 50 تومن 100 تومن میدن، اونم شیتیله. آقا شیتیلو شما آوردین تو فوتبال، چون انقدر پولای به نظر من غیر قابل شمارش گرفتید و اومدید خرج کنید، نتونستید داورای ما رو بخرید. نمیتونید، ممکنه چند نفری باشن، اون چند نفر رو اگه بهش پول و شیتیل دادید بگید. انقدر توهین نکنید، تو فضای مجازی هم تهدید نکنید. من جنگو دیدم، نمیدونم سرطان روده رو دیدم، کرونا، از همه چی سالم حالا هم هستم، حالا در خدمتتون. اگه هم میخواهید با سمی هم این منتشر میشه بیاد بهشتر باز در خدمتتون هستم. من بچه جنوب شهرم، جوادی من ایسا، نترسونین و بازم ممنونم که اومدید. یه اختلافی هم استقلالی ها پیدا کردن با سازمان لیگ بر سر محرومیت مهدی هاشمی نسب. باشگاه استقلال اعتقاد داره باید آخرین رأی در خصوص مهدی هاشمی نسب ملاک اعتبار باشه، که طبق رأی استیناف یه جلسه از دو جلسه محرومیت قطعی هاشمی نسب تبدیل به یه جلسه قطعی و یه جلسه تعلیقی شد و این به منزله حضور هاشمی نسب در بازی با نساجیه. چند روز پیش هم این موضوع از سوی سازمان لیگ مطرح شد که هاشمی نسب از قبلم یه
جلسه محرومیت تعلیقی داشته که الان قطعی شده. این همون محرومیتی که مدیریت باشگاه به استناد به رأی حالا همین رأی که کمیته استیناف داده اونو قبول نداره. اختلاف هم میگن بر سر تفسیر قانون بین باشگاه استقلال و سازمان لیگی که همچنان ادامه داره. من ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس رو در مقابل استقلال خوزستانم خدمتتون بگم که علیرضا بیرانوند تو دروازه است، گیورگی گولسیانی، حسین کنعانی زادگان قلب خط دفاعی، عبدالکریم حسن چپ، دانیال اسماعیلی فر راست، ریگی، سروش رفیعی، اوسون، اورونوف، تورابی، آلیشا و آل کثیرم سایر بازیکن‌های تیم فوتبال پرسپولیس مدل اسمار ویرا رو تشکیل دادن. تصفیه حساب کامل باشگاه استقلال با سانتا کلارا و ما فکر می‌کنم دیگه این خبر خوبیه واسه استقلالی‌ها و پنجره باشگاه استقلال هم تا دو هفته آینده باز میشه و حالا میتونن خرید نقل و انتقالاتیشون هم انجام بدن. روزنامه الخلیج در خبری اعلام کرده که الوحدی امارات به عنوان جدی‌ترین مشتری مهدی قائدی باب مذاکرات رو با شباب الاهلی آغاز کرده و این تیم هم خواستار جذب ستاره ایرانی با عقد قراردادی قرضی شده. البته که من دیروز شنیدم استقلالی‌ها میخوان مهدی قائدی رو، یعنی شرایط حضور در تیمشون رو دارن بررسی میکنن، ولی خب اونا خیلی پول بیشتری میدن نسبت مثلا به استقلال، به پرسپولیس، نسبت به کلا لیگمون. پوستر پرسپولیس برای بازی با استقلال خوزستان رو ببینید که من یه پیشبازی هم خدمتتون بگم. در ادامه هفته 28 لیگ برتر فوتبال کشورمون پرسپولیس میزبان استقلال خوزستانه. این بازی درست همزمان با مساف استقلال و نساجی تو وطنی قائم شهر برگزار میشه. دو برداشت متفاوت از تقابل بسیار حساس شمال جنوب جدول رده بندی در جمعه شب هیجان انگیز لیگ برتر. سرخا برای باقی موندن در کورس قهرمانی آماده قربانی کردن آبیای اهوازن. اونا در آزادی و در حضور انبوه هوادارا به بردی راحت، پرگل و روحیه بخش فکر میکنن. شاگردای پور موسوی اما بعد از شکست خورد کننده 4-1 در اهواز و در تقابل با نساجی در موقعیت دشواری قرار گرفتن. از آخرین پیروزیشون هم 4 هفته گذشته و تداوم این ناکامی تو تهران اونا رو بیش از گذشته به سقوط نزدیک میکنه. علاوه بر حساسیت‌های جدولی، پرسپولیسیا برای انتقام به میدون میان. اونا تو اهواز و در تقابل با تیم پور موسوی 2-2 متوقف شدن. نتیجه غیر منتظره که اگه با کامیابی سرخا همراه میشد، سرنوشت فعلی بالانشینان تا حدود زیادی متفاوت بود. در نهایت سرخپوشای پایتخت در حالی به مساف استقلال خوزستان میرند که نسبت به دیدار رفت نبیل باهویی، شهاب زاهدی، محمد عمری و میلاد سرلک رو به سبب جدایی و سعید صادقی به دلیل مسئولیت در دسترس ندارن و البته حالا عیسی آل کثیر، اوسون اورونوف و عبدالکریم حسن به ترکیب اصلی اضافه شدن. اما در مورد بازی استقلال تهران، نساجی تو یکی از حساس‌ترین بازی‌های جمعه، نساجی مازندران میزبان استقلاله. سابقه استقلالی کادر فنی و نساجی و البته برخی اظهارات نسنجیده اعضای این کادر تو هفته‌های گذشته یه داستان ملال‌آور و تکراری شده و فضای هواداری رو هم حالا تحت شعاع خودش قرار داده و این نبرد رو با چالش‌ها و حساسیت‌های غیر فنی همراه کرده. البته که نیازی به قسم خوردن و قول شرف دادن نیست. پیش‌فرض اینه که همه تیم‌ها و بازیکن‌ها با تمام قوا به میدون میان و تا آخرین لحظه برای دفاع از اعتبارشون مبارزه میکنن. در هر حال نساجی در شرایطی از استقلال میزبانی میکنه که این تیم هنوز در منطقه سقوط قرار داره و بیش از هر تیمی برای خودش باید بجنگه. از سوی دیگه آبیا برای رسیدن به جام قهرمانی مجالی برای فرصت سوزی ندارن. شاگردای نکونام برای پیروزی به وطنی میرن و مطلقاً به گزینه دیگه‌ای فکر نمیکنن. البته که استقلال راه پیروزی در نبردهای حساس و دشوار رو آموخته و به این سادگی‌ها غافلگیر نمیشه. واقعیتی که تقابل جمعه شب رو جذاب‌تر و حساس‌تر کرده. تراکتور هم که در مقابل پیکان قرار میگیره. تراکتور تبریز بعد از شکست از مس، کنار رفتن از جام حذفی و واکنش تند تماشاگران مجدداً به کما رفت. این تیم که چند هفته‌ای رو به سبب نتایج به نسبه مناسب در آرامش گذرونده بود، با اولین نشونه ناکامی دوباره به کانون بحران و التهاب تبدیل شد. بحث ملال‌آور و تکراری شده فروش تیم پیش کشیده شد و کارگزاران عالی جناب آتا از اشتیاق سایر کلانشهرها برای حضور توام با تیمداری ایشون سخن گفتند. در هر حال باید منتظر بمونیم و عاقبت این نمایش جدید رو تماشا بکنیم. با همه این حرفا اما تبریزیا تو هفته 28 میهمان پیکان هستند، تیمی که برای بقا میجنگه و تو هفته‌های اخیر نتایج مناسبی نگرفته. از آخرین پیروزی پیکان 6 هفته گذشته و اونا تو 3 بازی اخیر امتیازی دشت نکردند. تراکتور هم با دست کم تو لیگ آمار بدی نداشته
میده و با دو برد متوالی به مسافه عنایتی و شاگرداش میره. تیم تبریزی فقط یه امتیاز با سپاهان رد سومی فاصله داره و با جا گذاشتن احتمالی حریف اصفهانی امیدواریاش برای کسب سهمیه افزایش خواهد داشت. حال بازی دستگردی به سبب موقعیت جغرافیایی و آماده نبودن زیرساختا بدون تماشاگر میخواد برگزار بشه. وزیر ورزش در دیدار با همتای روسیه خودش پیشنهاد داد که دو تیم ملی فوتبال ایران و روسیه در سال 2025 دیدار دوستانه برگزار بکنن که حالا باید ببینیم موافقت میشود یا نه. ببینید بیژن حیدری هم مثل اینکه تهدید به قتل شده توسط هواداری افراطی فوتبال کشورمون که شاید بعضی از افراطیاشو میتونید تو کامنت ها هم ببینید، یعنی اینکه فوش خار مادر میدن به هم دیگه، به خانواده هم دیگه. تو هیچ کشور با فرهنگی من ندیدم که دو نفر بخوان واسه فوتبال، واسه اونایی که خودشون پول هم دیگه رو میگیرن، بخوان به خانواده هم دیگه توهین بکنن، به خانواده هم دیگه فوش بدن. عجیبه. امیدوارم خلاصه از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلاً.